عنوان داستان که منیت کردیم خدمت بینندگان بسیار عزیز تلویزیون و حضار مهربان شرکت کننده در این احتفال تقدیم بکنم مرد و نامرد است. باز هم ورق برگشته بود. استاد پیر دست به عصا می‌خواست به بارگاه امیر جدید برود، به بارگاه امیری که رهین دست بازیگر روزگار بود و زور و زر را از باد یافته بود. در آستانه با این که همه آن استاد بزرگ و زبان گویای زمانه را می شناختند، کسی سلامش نکرد و راهش نداد. حاجبان همان حاجبان قدیم بودند، همانهایی که به نرخ روز نان می خوردند و نبض زمانه را نیک می شناختند. استاد خود سلام کرد و در برابر نوکران تعظیم معنیداری نمود. فرومایه‌ترین آنها که روزگاری در برابر استاد دولا می شد و از فرط چاپلوسی بارها کفش‌های استاد را پیش پایش می گذاشت، با سردی پرسید: گیره کار داری اینجا چی می خواهی؟ استاد با تواضع جواب داد: چیزی نمی خواهم، من قاسم استم، خواننده قدیمی دربار، آرزو دارم امیر جدید سلام کنم. حاجب گفت: عجب. قاسم گفت: چی عجب؟ مگم سلام کردن به امیر مایه تعجب است. حاجب گفت: مگر امیر هنوز خواب استند؟ با آنکه نزدیک چاشت بود و هیچ امیری نباید تا آنگاه بخوابد، قاسم دم نزد و پرسید: آیا میتانم ماتل شوم؟ حاجب مردد ماند. دیگری که کمتر بی حیا بود، خشک و خنک، رو به همکارش گفت: بمانیش که بیاید چی میشه. استاد وارد تالار بزرگی شد که سقف چراغانی بلند و منقش و گچپوری های زیبایش روی ده‌ها ستون مرمری استوار بود و از زیر چون نگارستان مانی می نمود. کسی با استاد تکلیف نشستن نکرد. درباریان که بیشتر همان درباریان قدیم بودند و در گوشهایشان هنوز هم صدای گرم و جانبخش استاد تنین انداز بود، بی آن که جایی برایش خالی کنند، کماکان به خود مشغول بودند و نادیده اش گرفتند. بناچار با نفس سوخته دم در ورودی بر ستون تکیه کرد و دم گرفت. استاد یکایک را از نظر گذراند. محب السلطنه وزیر دربار سابق را که خدمتگزار چالاک و حراف بود و همواره امیر سابق را طواف میکرد و صدقه و قربان می شد. شجاع السلطنه وزیر جنگ سابق را که در هیچ جنگی نجنگیده بود و با فرمان ملقب به چنین لقبی بود. امین الدوله وزیر مالیه سابق را که گنجبری چابک و تردست بود و در روز روشن سرمه از دیده می دزدید، جیبهایش را از پول بیت المال می انباشت و در انظار به خاطر تظاهر به فقر لبهایش را به خاک می مالید. دبیر الدوله وزیر هنر ثابت و شاعر کچقلم را که در مدیح سرایی و سناخانی و چاپلوسی سرآمد روزگار بود و فرمان روای وقت را ذل الله و شاه شاهان می خواند. بالاخره همه و همه کنار هم مثل هم گویی از نو به منصب رسیده اند و چون کودکان معصوم و مظلومند در یک ردیف
پهلو به پهلو نشسته بودند. استاد سر سفید و بزرگش را می جنباند و غرق در گذشته می شود. غازی مرد بر اورنگ شاهی نشسته است و شمشیر مرصع و کمر دارد. قندیل ها و چلچراغ ها از بالا گرد طلا می ریزند و صورت شاه شاهان را نورانی تر می نمایانند. قاسم درباری می خواند و رودبار مواج و نواگر صدایش زیر سقف بلند تالار تنین می اندازد و گوشهای مجلسیان را می نوازد. شاه در خلسه عاشقانه فرو می رود و درباریان در جذبه دلقکانه. قاسم و امیر چون جسم و جان بودند، یکی بر آن جایگاه رفیع و دیگری بر این پلاس درویشی، یکی بر دلها حکومت میراند و دیگری بر جانها. در آن شب که هنوز فصلی از سلطنت امیر نگذشته بود، داب سفیر حسن نیت امپراتوری زرد موها و سبز چشمها نیز مهمان خان نعمت امیر بود و چنان جلوه میکرد که انگار فرا دستش دستی وجود ندارد. امیر به اعتنا به دابس بر شمشیر بران و دانه نشانش تکیه کرده و با سری سرشار از شور آزادی و وارستگی به نوای رودبار زمزمگر صدای قاسم گوش می دهد. قدمی که بر نهادی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد. گرچه آلوده فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. سرشک شوق در دیدگان شاه فرهیخته دور می زند و شاکولی های سبک مغز و تنک مایه به تقلید از امیر بوزینوار سرهای چرب و معطرشان را با زیر و بم سرهای گونه گونه قاسم که آغازگر فصل و دورانی در مطربی و ساز بود هماهنگ می کنند و مانند عروسک های کوکی از حالی به حالی می چمند. دابس که از دیرگاه در دری را با دهان گشاد و در رمانند و مردارش تفاله می کرد و قند پارسی را از نمامان و دلککان و خرقپوشان و چاکر صفتان از طریق استراق سم و از پشت دیوارهای پست و بلند و سرگوشی با موشها و کورموشها آماخته بود، از روی تصنع رو به قاسم لبخند میزند و هی هی میگوید و قاسم در پاسخ چنین میخواند: گرفتدان غزاله دولت به چنگ ما، از همت بلند رها میکنیم ما، می میخوریم و نعره مستانه میکشیم، با این دو روز عمر چه ها میکنیم ما. دابس که صدای خوشی داشت و هنر دوستی را از هنروران نیمکار آموخته بود، به خاطر اینکه چون پینه سر آستین خود را به جمع صاحب دلان پیوند زند و خوش طبعی کند، از مسندش پایین آمد و کنار قاسم روی تشک نشست. استاد لب فرو بست و مجلسیان سراپا حیرت شدند. دابس کت کت خندیده دست به شانه قاسم گفت: استاد، شما خیلی خوب میخوانید، مثل استادان هندی. استاد گفت: عجب میفرمایید، اما قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. دابس به معنی تلخ کنایه استاد رسید، ولی استادانه خشمش را فرو خورد و برویش نیاورد. سپس با خوشرویی پرسید: استاد، آیا به من ساز و آواز یاد می دهید؟ من در هندوستان کمی هارمونیا یاد گرفتم. قاسم جواب داد با سر و چشم: چرا نی، شما مهمان هستین، شما سفیر حسن نیت هستین، ما حق خدا و حق همسایه را نیک می شناسیم.
دابس که مرد زیرکی بود پاسخ داد: تشکر استاد، ما از این هم نزدیکتریم، ما چون شما اهل خانه می باشیم. حرف دابس چون خنجری بر جگر خونین استاد خلید، ولی خود را نباخت و با خوشرویی پنجه های دابس را روی پرده های هارمونیه گذاشت و سری را یادش داد و آنگاه گفت: جناب سفیر، لیاقت و کاردانی و هنر دوستی و اعجاز انگشت های شما کم از کلک هنر آفرین ساحران هندی نیست. آفرین، صد آفرین. حالا من بیتی میخوانم و شما آن بیت را تکرار کنید تا هم دل و هم داستان شوید. دابس گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، بخوانید. استاد دوباره هارمونیه را پیش کشید و در سر بیرمی چونین آواز سر داد: مکتب ماست جای استقلال سر نمودن، مکتب ماست جای استقلال سر نمودن، فدای استقلال، درس ما نقطه های آزادی، سبق ما هوای استقلال. دابس گیچ و سرگشته و پشیمان و دست و پاچه و خود باخته استاد را تعقیب کرد و با صدای لرزان و هراسان آن شاهفرد را که ندای تمام کوها و دریاها و وادیها و ابرها و بارانها و سیلابها و بادها و فصلها و سالها و آدمهای این آب و خاک بود، چار و ناچار خواند و آزاد مردان کف زدند و گردن افراشته دابس از مهره شکست و چهرهش چون آفتاب کاذب امپراتوری که از عشق و خون فرودستان جهان روشن بود و هرگز رنگ نمی باخت، نخستین بار بیرنگ و پریدرنگ شد. از آن پس آفتاب آزادی فراز قله های برف پوش هندوکش طلوع کرد و بادها این بشارت را از هندوکو به گوش موج های هیرمند رسانید و موج های هیرمند آن را به گوش سیستان و ریگستان برد و سیستان و ریگستان آن را به اباسین و سفیدکوه و سیاه‌کوه گفت و آنگاه خبر پیروزی استاد هنر بر استاد سیاست عالمگیر گشت. دیگر برنده و بازنده و ویدا گشت و مجلسیان بعد از عرض ادب به شاه راهی خانه هایشان شدند. قاسم نیز میخواست برود، اما شاه شاهان که سر و سرور دلاوران بود با اشارت انگشت اجازه رفتنش نداد. وقتی تنها شدند، شاه حقشناس و سخندان متین و شاد و خندان از تخت فرود آمد و به قاسم نزدیک شد. قاسم بیدرنگ و با تمام وجود دست به سینه به احترام برخاست. امیر قاسم را در آغوش کشید و سر و صورتش را غرق بوسه کرد. قاسم خواست دست شاه را ببوسد، ولی امیر به سرعت دستش را پس کشید و با کمی عتاب گفت: نه، ای چه کاریست که می کنی؟ قاسم جواب داد: دست فیاض پربار و پربرکت شاه در خور بوییدن و بوسیدن است. مردم نان و نوا و عدل و داد را از این دست ها یافتند، از دست هایی که با شمشیر حق حافظ حقوق یتیمان و یسیران است. شاه گفت: نی استاد، دهان گوهربار تو از گنجهای شاهی برترند. دهان تو خود گنج است، گنج شایگان. صدای تو صدای مردم است، صدای مردمی که من خدمتگارشان هستم. از این خاطر ای دهان و دندان و ای سینه سوزان برای من مقدس است. سرشک شوق و سپاس از چشمهای گیرا و مردانه و جذاب و خمارآلود قاسم چون دانه های مروارید اصیل سرازیر می شود و گریبانش را تر می کند. و شاه آن غازی مرد گوهرشناس و جوهرشناس منقلب می شود و بی درنگ
با دست مال پرنیانی و نرمش آن مرواریدها را می رو باید. اما داوس آن مداری خوشخط و خال چون مار آستین در مغز و رو و جیب و جامه درباری ها خانه می کند و با زهر کشنده حلایل دربار را می آلاید. موریانه ها پایه های تخت تبار جمشید را می خورند و جام جنگ با شرنگ بیدرمان مکدر و آلوده می گردند. نمک خورها نمکدان شکن می شوند و دنیا را طوفان سیاهی و بیباکی و بیوفایی فرا می گیرد. شاه نمی داند تیغ کین را کدام کین توز حواره می کند و خدنگ زهراگین را چه تیر اندازی پرتاب می نماید. اما داوس آن شیطان رجیم و بر سیسای مهیل بر کنگره قصرش قهقه می خندد و باز هم در رگ و روان دبیر و وکیل و وزیر خود فروخته روح پلیدش را می دمد. سرانجام شیرازه ها پاره می شوند و در ایوان کیخسرو زاغ و زغن خانه می کند. شاه به خاطر دفع شر و به پاس مردمی که بر سر بود و نبودش همدگر را می دریدن از ورته رخت از ورته می کشد و در زمهریر بیمثال با دل پردرد و جبین پرآژنگ راهی دیار غربت می شود و منزل به منزل این بیت را می خواند. می روم تا که نشنوی نامم، می روم تا که نشنوی نامم، اگر از نام من تو را ننگ است. قاسم تک تنها می ماند و قسم یاد می کند که هرگز در محضری ظاهر نشود و لب به بیت و غزل نکشاید. در خرابات در خلوت خانه کوچک مثل یک خم باده که سالهای سال با قلقل و غوغایش در خود می خروشد منزوی می شود. با بچه سقا خلف روستایی و ساده دل غازی مرد خبر می برند که قاسم به خاطر کسی شبها گریه می کند و هوای امارت امیر را ندارد و او هم نوکرانش را می فرستد تا قاسم را شبا شب حاضر آورند. وقتی استاد به ارگ می رسد او را تنهای تنها در تالار خلوت و بزرگی رها می کنند. در همان تالاری که شبی با داوس فرنگی مناظره داشت و غازی مرد مرواریدهای غلطان سرشکش را با دست مال حریر و معطر سترده بود. به ستون تکیه می کند و نیرنگ روزگار را به یاد می آورد. دقایق بعد فشار دست سنگینی را بر شانه‌اش حس می کند و رو بر می گرداند. بچه سقا معقر و آرام می پرسد استاد بالاخره آمدی؟ استاد سلام می کند و منتظر فرمان می نشیند. اما بچه سقا برغم تصور قاسم می گوید استاد کار دنیا همی قسم است، دیروز دیگه پاچا بود امروز من. دنیا وفا نداره، بیا که بریم در دربار غم غلب کنیم. سپس بچه سقا و قاسم وارد تالار دیگری می شوند که در آن درباریان دست بسینه منتظر ورود فرمان روا بودند. بچه سقا بعد از جلوس با لحن و لهجه خاصی از قاسم می پرسد شنیدیم که شوا گریه می کنی ها؟ قاسم با تواضع جواب می دهد بله قربان. بچه سقا می پرسد پشت کی؟ قاسم جواب می دهد پشت امیر. بچه سقا می پرسد امو دشمن مرا می گی؟ قاسم می گوید نخیر، همو دوست خوده. بچه سقا استفهام‌آمیز می گوید خوخه خوب شد، معلوم شد تو هم دشمن هستی. قاسم با فروتنی پاسخ می دهد من نخیر، صاحب ما و دشمنی از هم دور هستیم. بچه سقا می پرسد چطور؟ قاسم جواب می دهد برازی که من دشمنی را یاد ندارم.
بچه سقا با شک و تردید میگوید چی میفهمم؟ خدا بهتر میداند. قاسم میگوید استغفرالله، ما دروغم یاد ندارم. بچه سقا میگوید عجب، هیچ دروغ نمیگی؟ قاسم جواب میدهد هیچ وقت. بچه سقا میگوید نیش شد ندارد، دنیا قلب شده، زمانه پر از دروغ شده، باورم نمیشه. قاسم با صداقت تمام میگوید اگه دروغ بگویم دیگه صدای میشینه، دیگه خوانده نمیتانم. بچه سقا میپرسد دشمنی چی؟ آیا دشمنی را میاد نداری؟ قاسم جواب میدهد بله سی، اگه دشمنی کنم دیگه دلم چرک میشه، بیسوز میشه. بچه سقا میگوید شوکه شد، پروا نداره، چی نقص میکنی؟ قاسم جواب میدهد چرا صاحب، سینه که بیسوز شد صدام بیسوز میشه، او اخساز از دست میره، هیچ میشم، خانه خراب میشم. بالو پر بچه سقا میپشمرد و دقایقی به چرت فرو میرود. از آن به بعد بیان که سرش را بردارد میگوید خوب چی یاد داری بخون که دلم دق است. قاسم با کمی استرهام میپرسد صاحب بیساز؟ بچه سقا میگوید راست میگی، دست خالی آمدی ها؟ قاسم پاسخ میدهد بله صاحب، من گمان میکردم که مرا برای کشتن میبرن. بچه سقا میپرسد خوب چی تا بیارن، کتی چی میخوانی؟ قاسم جواب میدهد قربان، کتی دستیم، کتی رفیقایم، از یک دست هیچ وقت صدا نمیاید. بچه سقا با جنباندن سر تصدیق می کند و آن وقت نوکران امیر دسته استاد را حاضر می کنند و قاسم بی کینه و بی دروغ و بی حقد و حسد در مقام بیرمی مثل یک عاشق صادق می خواند. گلستان وفا بوی تو دارد، گلستان وفا بوی تو داره، شمیم هر دو گیسوی تو داره، سر عاشق هوای سجده چند به محراب دو ابروی تو داره. بچه سقا آهسته آهسته از مجلس جدا می شود و به دشت ها می رود، به وادی های شمالی. استاد باز ناله سر می دهد شمالی لاله‌زار باشد به ما چی؟ اما بچه سقا قبل از اینکه استاد مصرع دوم را بخواند مثل اسپند نیم سوخته از جا می‌جهد و برای آشفته می‌پرسد ها چی گفتی استاد؟ شمالی لاله‌زار باشد به ما چی؟ چرا چی؟ پنجه های استاد روی پرده های هرمونیه کرخت می‌شود، تبلچی دق می‌ماند و سرانگشت رباب نواز روی زههای رباب میمیرد. درباری های کاسلیس و چاپلوس و پلبی با چشمان پارتر استاد را زیر نظر میگیرند و منتظر فرمانند تا آن دهان مشک بیز و انبر بیز و درفشان را پاره کنند. دبیر دولت، وزیر هنر پیشین، نراد نردباز و حقباز و تردست که با نرادی از دربار غازی مرد به دربار بچه سقا راه گشوده بود، از جا می جهد و با پیش قبض بران و براقی نهیب می زند. بچه سقا می پرسد آقا بچه خیریت است؟ دبیر الدوله می گوید قربان خیریت مثل که زبانش از بریدن است. بچه سقا می پرسد زبان کی؟ دبیر الدوله جواب می دهد حضور زبان خلیفه قاسم. بچه سقا می پرسد برای چی؟ دبیر الدوله جواب می دهد برای ازی که زبان درازی کرد. بچه سقا می گوید بسیار خوب، زبانش رو می بریم، بسم الله بخیر. دبیر الدوله آماده انجام خدمت می شود و خطاب به قاسم چیغ می زند بی معرفت بکش زبانتم. استاد به چشمهای جلادک چموش خیره می شود.
به چشمهای لب موزی و شیادش که سالها تظاهر به شیفتگی سر و صدای استاد میکرد و خود را بیش از دیگران فریفته و شیفته نشان میداد. استاد خونسرد و آرام میگوید: آقازاده، ای زبان دروغ نگفته، ای زبان بازی نداده، ای زبان چپ و راست نرخصیده، ای زبان فوش و دشنام نداده، ای زبان دو پشت و درو نبوده، ای زبان زبان صادق است مثل صبح صادق، ای زبان صدها بلا را دفع و صدها سر از کشتن نجات داده، یک زبان پاک نباید با تیغ ناپاک بریده شود. خوب است امیر صاحب ای امر به یک مرد بده، به یک مرد که دستش به تیغش بیرزد. تیغ در دست درباری می لرزد و بچه سقا در دلش می گوید که زبان ای مرد کم از تیغ تیز نیست. سپس با لحن آرام از آن چاکر چموش و رنگ رو باخته می پرسد: خوب نگفتی اگر زبان استاد ببریم کی وزش می خواند؟ دبیر الدوله جواب می دهد: حضور امیر صاحب سازنده زیاد است، هر جت و جولا و دو مدلات ای کار کدمه تاند. بچه سقا می پرسد: ده کجا؟ ده اینجا، ده دربار؟ دبیر الدوله جواب می دهد: حضور امیر صاحب مقصدی نیست که او از ما نمیشه، او لاتیست. بچه سقا می پرسد: مقصدت از لاتی کیست؟ دبیر الدوله رندانه با لبخندی جواب می دهد: قربان امان الله را می گوید. بچه سقا استفهام‌آمیز می گوید: مگم تو چی؟ تو نوکرش نبودی؟ دبیر الدوله در می ماند و با اضطراب جواب می دهد: صاحب ما بودیم، مگم توبه کردیم. بچه سقا می گوید: توبه چرا؟ مرد هیچ وقت از گپ خود نمی کرده. دبیر الدوله جواب می دهد: صاحب او از دین گشته بود. بچه سقا جواب می دهد: قاضی مرد از دین می گرده؟ عجب، خیبر چی غذا کرد؟ دبیر الدوله لا جواب می ماند و بچه سقا می گوید: ما پوست دوستای بی غیرت و بی وفا را در چرمگری می شناسم، او مرد، ما مرد، تو سگه چی؟ دبیر الدوله بلکنت می افتد و چیزهای نامفهوم می گوید. بچه سقا می گوید: بشی نامرد، تو کجا و غازی مرد کجا؟ تو کجا و استاد کجا؟ استاد مرد خداست، مرد حق است، چراغ دربار است، چراغ شهر کابل است، چراغ کل شهر. اگر استاد بره دیگه این ملک سالای سال به استاد میشه، مگم پاچا ماچا و وزیر و وکیل و سگ و سگر و مسخره و مشله هیچ وقت کم نیست، میفهمی ها؟ دبیر الدوله با سری افکنده جواب میدهد: بله صاحب، و مثل موش به گوشه میخزد. آن وقت رو به قاسم میگوید: خوب استاد، بخوان دیگهش، بخوان دیگهش چی بود؟ شمالی لالزار باشه به ما چی؟ استاد گلو صاف میکند و از چشمسار سینه شفافش این سرود به بالا میخیزد: شمالی لالزار باشه به ما چی؟ زمستانش بهار باشه به ما چی؟ شبم در گریه و روزم بزاری، که یار جان انتظار باشه به ما چی؟ بچه سقا آرامشش را باز می‌یابد و پنجه های سیرآفرین استاد بار دیگر روی پرده ها می‌دود و از دل ساز نواهای سوزان بر می‌کشد و حجاب تزویر و ریا را می‌درد، انگار سرپنجه های از غیب حائل ها و پرده ها را پس زند. بچه سقا از دیوار بلند ارگ شاهی و از برج و باروهای شهر کابل بال می‌کشد و چون پار ابری اشکالود فراز شمالی سرشک می بارد. درباری ها حیرت می کنند چه هرگز نم اشک چشم بچه سقا را نیازرده بود. بچه سقا پشت دست سنگینش را به چشمهایش می مالد، شمالی را برابر چشمش می بیند، باغهای انگور را
رودخانه های نقره رنگ را، کوچه باغ های خلوت و تنگ را، دیوارهای پخسی و پرچال ها و پرچین های پست را. دختران روستایش کلکان را میبیند که چون لاله های باران شسته میان گندمزارها میچمند و دزدکی برویش لبخند میزنند. قاسم ادامه میدهد: همیشه یاد رویت میکنم گل، همیشه یاد رویت میکنم گل، گلاب استی ما بویت میکنم گل، اگه صد یار جانی داشته باشم فدای تار مویت میکنم گل. بچه سقا بیتاب میشود، از بیخودی به خود میپیچد، تاب از کف میدهد و سر شوریده و بیباکش را عاشقانه میجنباند. قاسم باز کردکیوار مثل عاشقان پاک باز شمالی نوا سر میدهد: تو را از دور میبینم چه حاصل، تو را از دور میبینم چه حاصل، به پهلویت نمیشینم چه حاصل. درخت حسن تو گلزار باشه از آن گلها نمیچینم چه حاصل. و بچه سقا با خود میگوید: چه حاصل، چه حاصل، چه فایده. و استاد باز در دل بچه سقا غوغا برپا میکند: بهار و ابر و باران دلفریب است، بهار و ابر و باران دلفریب است، نهال نورس من جامزیب است. برای عاشق دلداده از کف رخت باغ و زنخدانی تو سیب است. و بچه سقا غرق در شبهای مهتابی می شود، غرق در چورت هایی که از آن شبهای مهتابی در دلش جوانه زده و بیخ و ریشه کردند. عشق و عاشقی یادش می آید، وفا و صفا، دختر خالش نازبو که بوی خوش می داد و از تنش عطر جوانی می ترابید و دق دل آدم را وامی کرد. شرشر آبها به گوشش می رسد، شرشر آبهایی که چون استاد مطرب صاحب دل خوش می سرودند و گوشهای آدم را پر از زمزمه خواب آور می کردند. تکک بیلش یادش می آید که در زیر نور مهتاب برق می زد و بر شانه استبرش کمی سنگینی می کرد و شور جوانی و نشاط کار را در رگهایش جاری می کرد. کردهای خرد و کلان، پلوانک های گیلی و آبگیرهای کوچک و مرغابی ها و قاز ها و جویک های جاری و پار ابرهای فراری با غریب های بابا غرغری در گستره اسیری و ملایم و رقیق نور ماه چارده مقابل دیدگانش دامن می گشایند و او را چون قطره در خود جذب می کنند. پوستین چشم را پس می زند، کمرش را باز می کند و بی خدانه صدا می زند: اخ اخ سوختم استاد، الهی زنده باشی استاد. با لبخند مهرامیزی صدای دل بچه سقا را بدرقه کرده دوام می دهد: نمی مانه به تو ای حسن گلگون، نمی مانه به تو ای حسن گلگون، نمی مانه به من ای قلب پرخون، نشو مغرور دی چار روز دنیا، نمان تخت با سلیمان گنج با قارون. و بچه سقا جواب میدهد: راست میگی، چی استادی چی غازی مردی، حق داری گریه کنی، بازم گریه کو، لب لب گریه کو، راستی که غازی مرد مرد بود، مرد و نامرد از روی دوست و رفیق شناخته میشن، مگم استاد اوشت باشه که کت هر کس و ناکس نشینی، دنیا را چغل گرفته. میترسم نامردا تو را سر ما زایی کنن، وقت دنیا بی استاد میشه و پشیمانی فایده نداره. دبیر الدوله وزیر هنر سابق را که از دربار بچه سقا
به دربار جدید با صد چم و خم و چال و فن راهی برایش گشوده بود صرفه میگیرد و استاد دوباره بار دیگر به تالار برمیگردد. نگاه های آن دو در یک لحظه تمام آن گذشته ها و تمام آن سال ها را بازگو میکنند و مرد و نامرد آشکار میشه. البته صحنه تبدیل شده، استاد خاطرات تداعی میشه در اون تالاری که یک وقت در محضر امیر سابق بود. در این اثنا مصاحب خاص سر میرسد و بیخ گوش استاد میگوید: حضور امیر صاحب، هنوز هم استراحتند؟ ممکن است کمی دیر شود و شما باز ماتل بمانین، آیا بهتر نیست یک وقت دیگه یک روز دیگه مشرف شوید؟ و استاد آن زبان بی‌ترس و گویای زمانه شکر می کند. حاجب با تعجب علت شکرش را می پرسد و استاد از زبان سعدی شیرین سخن می گوید: ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده بی. تا حاجب می خواهد ندای مخالف بلند کند، استاد باز هم از زبان سعدی میگوید: ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام، به خدا حافظ جناب حاجی. تشکر.